در حالی که ایتالیایی ها مانند مردم دیگر کشورهای اروپایی همچنان پیامدهای تلخ بحران و سیاستهای ریاضت اقتصادی را تجربه می کنند، بحران سیاسی نیز گریبان آنها را گرفت. در پی خودداری حزب ملت آزادیخواه ایتالیا از حمایت از دولت در پارلمان کشور و اعلام استعفای قریب الوقوع ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا، این کشور را با بحران سیاسی روبرو کرده است. در صورت استعفای دولت تا 70 روز دیگر انتخابات زودهنگام برگزار میشه و مطمئناً برلوسکونی برای چهارمین بار خود را نامزد نخست وزیری خواهد کرد. مونتی که به علت تشدید تدابیر سختگیرانه اقتصادی محبوبیتش میان مردم به شدت کاهش یافته است، اعلام کرد حداکثر تا یک هفته دیگر و پس از به تصویب رسیدن قانون بودجه از مقام خود کنارگیری خواهد کرد. همزمان با زلزله سیاسی در ایتالیا، این کشور بار دیگر تحت فشار بازارهای مالی قرار گرفت و شاخص سهام در بازارهای بورس این کشور بیش از 3% کاهش یافت. اجرای سیاست‌های ریاضتی دولت مونتی در یک سال گذشته نرخ بیکاری را نیز در این کشور به 11% افزایش داده است. آنتونیو ماستراپاسکوا، رئیس مؤسسه ملی تأمین اجتماعی ایتالیا، نسبت به افزایش بی سابقه بیکاری در این کشور هشدار داد. در سال جاری میلادی در ایتالیا نزدیک به 1 میلیارد ساعت بیمه صندوق بیکاری تقاضا شده و تعداد افرادی که در پوشش این صندوق قرار گرفتند بیش از 1 میلیون بیکار است. همکنون در ایتالیا از هر 3 جوان 1 جوان بیکار است. حمید معصومی نژاد، صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، رم.